بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام، وقتتون بخیر. من مهربان هستم، اینجا سبقت. اومدیم آزمون سیده زیست 12 رو با هم کار کنیم. بعضا سوالاش خوب بود برای جهش، و حالا یکی دوتا هم غلط غلوطی هم بینابینش داشت که ارتباطی با کتاب نداشت. اما نه، بمون کیمیا، بمون که یه کمی اوکی میشی. نرو لطفا، اگه میری گیتار رو با خودت نبر، اینجوری میگفتن. اوکی بچه، بریم سراغ آزمون سیده. سوال 121 میگه در ارتباط با عوامل برهمزننده تعادل، یعنی کیا رو داره میگه بچه ها؟ یعنی کل اون عوامل برهمزننده تعادل رو میگه. اون سوال های ساده است که خیلی هم واسهتون اذیت کننده نیست. کدوم مورد با واژه متناظرش همخونی نداره؟ نوعی عامل که در جمعیت‌های کوچکتر اثر بیشتری داره، رانش. خب درست نوشته. نوعی عامل که در اون احتمال آمیزش هر فرد با افراد جنس دیگه در اون جمعیت یکسانه، یعنی آمیزش تصادفی باشه. اینجا نوشته چی؟ غیر تصادفی. در نتیجه گزینه میشه همین گزینه، همخونی نداره. گزینه دو، افراد سازگارتر برگزیده می شوند و از فراوانی می کاهد. انتخاب طبیعی درسته. و نوعی عامل که با افزودن علل های جدید خزانه ژن رو غنی تر می کنه، جهش. علل جدید می افزاید. در نتیجه گزینه دو جواب درستمونه. بریم 122. بچه ها نامناسبه، دقت کنید کدوم نامناسبه؟ فقط بعضی از عوامل. آقا من این نکته بگم بچه، زیاد شده اینجور تستا، یه سری عوامل رو در نظر میگیره بعد میگه فقط بعضیاشون اینجوریه. اگه همشون باشه یا هیچ کدومشون نباشه گزینه غلط میشه. درست شد؟ همشون باشه یا هیچ کدومشون نباشه گزینه غلط میشه. کدوم نامناسبه؟ بگردیم غلطه رو پیدا کنیم. میگه فقط بعضی از عوامل برهمزننده تعادل. بچه ها کدوم ها بودن؟ هنون 5 تا. اونایی که به رخ نمود یا فنوتیپ افراد بستگی دارن کدومان بچه ها؟ اونی که به فنوتیپ بستگی داره چیه؟ انتخاب طبیعی. حالا اگه میبینین بنویسیم دیگه. انتخاب طبیعی دیگه چیه بچه ها؟ دیگه به فنوتیپ بستگی داره، آمیزش غیر تصادفی. درسته؟ خب فقط بعضیاشون فراوانی نسبی علل رو تغییر میدن. بله، مثلا انتخاب طبیعی علل رو تغییر میده. درسته؟ پس این درسته. اونایی که ممکنه باعث کاهش تفاوت‌های افراد یک جمعیت بشن بچه، یعنی به هم شبیه‌تر بکنن. درسته؟ چی میشد؟ این میشد مثلا میتونیم بگیم انتخاب طبیعی و رانش. این دوتا هم میتونن باعث کاهش تفاوت‌ها بشن. فقط بعضیاشون سازگاری رو زیاد میکنن، یعنی انتخاب طبیعی. بله درسته. اونایی که علل های جدید ایجاد میکنن بچه ها، کدوم ها علل جدید ایجاد میکنن؟ شارش بود و جهش. خب شارش و جهش بعضی هاشون ویژگی های افراد همون جمعیت رو عوض میکنن، مثل جهش. جهش ویژگی افراد همون جمعیت رو عوض میکنن. اوکی پس 3 هم درسته. پس قطعا 4 نادرسته دیگه. اونایی که باعث افزایش احتمال بقای جمعیت میشن بچه ها در محیط جدید، کیا رو داره میگه؟ جهش رو میگه، شارش رو میگه. افزایش بقا میشن دیگه اینا، درسته؟ میتونن، میتونه شارش باعث افزایش بقا بشه. و انتخاب طبیعی میگه فقط بعضیاشون فراوانی نسبی نوعی ژنوتیپ رو در جمعیت کاهش میدن. در صورتی که بچه ها همشون میتونن این کار رو انجام بدن. پس گزینه 4 غلطه، یعنی نادرسته. بریم سوال 23. 123 هستین بچه ها با من؟ درسته؟ اگه همتون هستی یه نمونه بچه ها، اگه همتون هستی یه نمونه برام مثال بزنید اونجایی که باید حد چپ و راست رو با هم محاسبه کنیم. آه ریاضی حال میکنیم اینجوری؟ خیلی باحاله. جدی 3 تا مورد داشتیم که بچه ها حد چپ و راست رو باید محاسبه کنیم. یادتونه؟ یه دونه شو مثال بزنید برای من. یه دونه شو مثال بزن، یه دونه شو مثال بزنید بچه. اونجایی که حالا اگه یه نفر الان وارد لینک بشه فکر کنه من دارم اینجا ریاضی کار میکنم. شکستگی چیه؟
اگه زیر رادیکال منفی بشه چی؟ مثلا باریکلا قدر مطلق صفر. آفرین آفرین سوهیل، سوهیل جدیدی؟ باریکلا اینجا کلاس زیستا، ولی میخوایم شما رو را بندازیم. درسته بگم آقا هستی سر کلاس یا نیستی؟ حد چپ و راست وقتی باید محاسبه کنیم جفتیشون، اگه یه وقت قدر مطلق صفر باشه. گوش آقای شاکریان صدا کنه. مرسی سوهیل جدیدی، با ما باش بمون سوهیل، خیلی حال میکنیم سر کلاس. اوکی 123 بچه ها میگه چند تا نادرسته، خیلی ساده. آقا چند تا نادرسته؟ آفرین فرهاد. البته یه دونه دیگه هم هست که بی نهایت بشه. خب حالا اینم میگم آقای شاکریان، استاد بهتون بعدن میگه. درسته؟ خب چند تا نادرسته بچه ها؟ نادرست میگه فرایندی که باعث انتخاب افراد سازگارتر میشه. یعنی کیو داره میگه بچه ها؟ یعنی انتخاب طبیعی. خب انتخاب طبیعی چند تا نادرست راجبش میتونیم علت مقاوم شدن آنتی بیوتیکو باکتریا به آنتی بیوتیکو توجیه کنیم؟ بله میتونیم. میتونه برخلاف جهش در فراوانی علل تغییر ایجاد کنه. جهش هم تغییر ایجاد میکنه دیگه. اوکی پس هماننده، پس این غلطه بچه ها. به غلط. میتونه باعث تغییر فرد سازگارتر، فرد بچه ها، نه جمعیت، پس غلطه. همانند شارش و رانش فراوانی عللی رو عوض میکنه. بله درسته. پس دو تا گزینه درسته، دو تا غلطه، پس میشه گزینه دو. اوکی بریم سراغ بعدی. در مورد همه عوامل برهم زدن تعادل در جمعیت ها بچه ها، همشون یعنی کیا رو داره میگه؟ کیا بچه ها؟ جهش، رانش، انتخاب طبیعی، درسته؟ آمیزش غیر تصادفی و شارش. راجب همشون بچه ها اوکیه؟ راجب همشون کدوم مورد چیه؟ درسته آقا مشخصه دیگه، همشون بر توان بقای جمعیت میافزاین. خیلی مشخصه. همواره فراوانی نسبی علل رو تغییر میدن؟ نه، همشون همواره فراوانی نسبی علل عوض نمیکنن. همواره منجر به افزایش تفاوت‌های فردی میشن؟ خیر، همشون اینجوری نیستن بچه‌ها. همواره منجر به افزایش فراوانی افراد سازگارتر میشن. این کار انتخاب طبیعیه، برای همه نیست. پس 3 و 2 و 1 برای همشون صدق نمیکنه. 125 در ارتباط با انواع جانداران. آفرین تینا، آفرین، حد بی نهایت بود. حالا دیگه رفتین سراغ ریاضی ها، دیگه رفتین سراغ ریاضی. حد بی نهایت رو میگی تینا؟ کدوم رو میگی؟ آها بذار دومیش کدوم بود؟ 124 منجر به افزایش تفاوت های فردی در جمعیت میشن. خب نه، میتونه مثلا رانش منجر به افزایش تفاوت های فردی نمیشه. درسته؟ اوکی پس بریم سراغ 125 در ارتباط با انواع جانداران. به طور معمول در پایین ترین سطح سازمانیابی حیات که انتخاب طبیعی توانایی تغییرش رو داره. انتخاب طبیعی جمعیت رو تغییر میده، پس راجع به جمعیت کدوم مورد؟ ممکن نیست بچه ها. بعضی از افراد فرزندهای بیشتری نسبت به بقیه دارن؟ بله تو جمعیت ممکنه. همه افراد یک گونه در یک زمان و مکان خاص زندگی کنن؟ نه، همه افراد گونه، مثلا فکر کنید همه انسان‌های رو کره زمین تو ایران زندگی کنن. اوف چه خوشبختی بزرگی، ما این همه خوشبختی محاله. خیر اینجوری نیست. پس دو ممکن نیست. تفاوت‌های فردی به گونه‌ای باشه که در بیماریزایی جاندار اثر بذاره؟ بله بچه‌ها طبیعتاً این ممکنه درست باشه. انتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار به جاندار دیگه از طریق مهندسی ژنتیک میتونه اتفاق بیفته. پس 1, 3 و 4 ممکن است. در فر... بچه اینجا یک غلط کوچولو داره که میگم طراح تست نمیدونسته البته و تو کتابتون هم قید نکرده، ولی اینو من چند بار بهتون توی کلاس ها گفتم. در فرایند کراسینگ اوور در سلول اووسیت اولیه کدوم مورد زیر همواره اتفاق میفته؟ فرهاد میگه میشه 1، با مصرف و تولید آب. خب
قطعه ای میان کروماتید های غیر خواهری، حواستون باشه غیر خواهری یا نه خواهری، کروموزوم های همتا مبادله میشه. خب اوکی، تا اینجا بچه ها، یعنی از اینجا به بعد جمله کتابه، این جمله کتابه. اما یادتونه سر کلاس بهتون گفتم دوستان گرامی، گفتم بدونید پیوند فسفودیستر تنها پیوند کووالانسی تو کتابتونه که برای ایجاد یا شکستنش آب تولید یا مصرف نمیشه. علمیه، این علمیه. یه نوع پیوند خاصه بچه ها، مثل پیوند پپتیدی نیست. پپتیدی اینجوریه، پیوند بین قندا، مثلا پیوندای انگلیکوزیدی اینجوری هن. اینا مصرف و تولید آب دارن، ولی پیوند فسفودیستر خیر. پس غلط علمی داره سوال. اوکی شد؟ سوال غلط، اشتباه علمی داره، ولی ما اینو قبول میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه کتابتون گفته آقا کووالانسیا، البته کتاب شما این قید نیورده ها که مثلا همه کووالانسیا با تولید و مصرف آبه، ولی خب این استنباط کرده، ما هم قبول میکنیم. خب آیا تعداد کروموزوم در کراسینگ اوور کم و زیاد میشه؟ نه، ربطی به تعداد کروموزوم نداره. چهار نوع یاخته با محتوای وراثتی هسته‌ای متفاوت از هم تولید میشن. بچه ها اگه تو کراسینگ اوور الیلا متفاوت نباشن اونایی که دارن جابجا میشن، این دیگه هیچ، اون گامت های ایجاد شده اصلا متفاوت نیستن. پس لزومن اینجوری نیست. در جاندار ایجاد شده در نسل بعدی اثرات خودشو بروز میده، در صورتی که ممکنه اون سلول اووسیت اولیه ای که اصلا مثلا توش کراسینگ اوور اتفاق میفته اصلا تو سیستم تولید گامت وارد نشه و از بین بره کلا. درست شد؟ میدونی که اووسیت های اولیه تعداد زیادیشون به دلایل نامعلومی از بین میرن. فصل 7 کتاب 11 با هم میرسیم بهش میپردازیم. پس 126 شد گزینه 1. 127، در مناطقی که بیماری گلوبول قرمز داسیشک شایعه. خب اوکی، تا اینجا شانس بقا. بچه‌ها شانس بقای افراد فلان برای این صفت، یعنی کدوم صفت؟ یعنی داسیشک. داسیشک بچه‌ها، شانس بقاش برای داسیشک، دقت کنین. فاطمه دقت کن، فاطمه هستی دیگه، دقت کن. خب در هنگام شیوع مالاریا که یه بیماری انگلیه، نسبت به قبل از اون بیشتر میشه یا کمتر میشه ثابت میمونه. بچه ها برای گلوبولای قرمز داسیشک، اونایی که ناخالصن، یعنی چی هن؟ یعنی ای اس هن. خب و اونایی که خالص نهفتن، یعنی اس اس هن، اینا شانس بقاشون دست نمیخوره، شانس بقاشون دست نمیخوره که. درسته؟ اوکی؟ پس گزینه 4 میشه. شانس بقای ناخالص و خالص نهفته حفظ میشن. مثلا بچه ناخالص ها حفظ میشن، خالص نهفته هم که اصلا کلن هست داسیشک میمیرن. پس شانس بقاشون دست نمیخوره، اینا تو جمعیت اونجا که شیوع مالاریا هست حفظ میشن. درست شد؟ در نتیجه گزینه چی درسته؟ 4. خب ناخالص بیشتر میشه گفتیم ناخالص حفظ میشه، غلط. خالص نهفته کمتر میشه گفتیم حفظ میشه. ناخالص کمتر میشه؟ نه. پس خالص نهفته و ناخالص ها شانس بقاشون عوض نمیشه. 128 بچه ها همتون هستین؟ باز بریم یه سوال حد و پیوستگی بپرسیم. واقعا چند مورد نادرسته؟ چند مورد نادرسته؟ یکی از ساز و کارهایی که در حفظ گوناگونی در جمعیت ها نقش دارد فلانه، خودش نوشته که فقط، بچه ها دقت کنین که فقط توش این اتفاق میفته. خب اینجا داشته باشیم بچه ها. آقا تو نو ترکیبی، بچه ها شانس بقا، میگم شانس بقا، حفظ گوناگونی چه جوری بود؟ نو ترکیبی بود، تنوع گامتی بود و اهمیت ناخالصا. تو نو ترکیبی اگه قطعه حاوی علل های متفاوت بین کروماتیت های خواهری، نه غیر خواهری، پس الف غلط. گوناگونی علیلی در گامت ها مربوط به جانورانیه که فقط مربوط به جانورانه بچه ها.
گوناگونی عللی در گامتا فقط مربوط به جانورانه، خیر، مربوط به گیاهان هم میتونه باشه. پس غلط. نو ترکیبی، اگه کروماتید های نو ترکیب، خب میگه وقتی ایجاد میشه نوعی جهش محسوب میشه. بچه نو ترکیبی جهش نیست، نو ترکیبی جهش نیست. تو اهمیت ناخالصا در نوعی بیماری مرتبط فقط در این نوع بیماری داسی شکل قابل بررسیه، نه. کتابتون میگه یه مثال میزنیم ازش، مثالش میشه داسی شکل و ارتباطش با مالاریا، ولی همه اون، همه اهمیت ناخالصا این مثاله نیست. پس گزینه غلطه، میشه گزینه 4. خب ببینیم تینا چی گفته. شانس خالص و نهفته، خالص نهفته و ناخالص تغییر نمیکنه. خب خالص به خاطر اینکه خالص از بین میره، نه خالص، خالص بارز، بارز خالص یعنی ای بزرگ، ای بزرگ از مالاریا از بین میره کلا، شانس بقاش کم شده دیگه. درسته تینا؟ آره. 129. چه آسونه بچه، یا اینجا آسونه یا کلا آسونه، نمیدونم. آیا با مهربان آسان است؟ نمیدونیم، سر کلاسش باید باشیم بعد ببینیم آیا واقعا اینا آسونه یا نه. زیست آسونه. آنیه نگاه، بچه های کلاس من میگه مثل امتحان تشریحیه. آفرین، به این میگن دانشجو دیگه شدین شما. خب بچه ها 129، در مورد تغییر ماده وراثتی کدوم مورد درسته؟ ماده وراثتی در یاخت‌ها به صورت محدود تغییر پذیره، نه نامحدود. از غلطه، محدود. هر تغییر در ماده وراثتی به صورت ارثی میتونه به نسل بعد منتقل بشه، نه لزوما، نه لزوما، ممکنه اون گامته اصلا منتقل نشه. هر تغییر اکتسابی در ماده وراثتی یاخته‌های جنسی به نسل بعد منتقل میشه، نه ممکنه اونا اصلا مشارکت نکنند در تولید مثل. اوکی، پس اینا غلط. پس یک غلط، دو غلط، سه که نگفتیم، سه که گفتیم. الان تغییر در ماده وراثتی ممکنه از بروز سرطان در یک توده سلولی جلوگیری کنه، بله ممکنه تغییراتی اتفاق بیفته. بچه ها تو بحث چک پوینت ها یا اون نقاطی بود که چک میکرد، میگفت آقا الان مثلا مرحله جی یک فلانه، اس فلانه، جی دو فلانه، درسته؟ در اون نقاط مثلا، یا اصلا کلا فاکتورهای رشد، نقاط وارسی، آفایانیه. من نه که، ببخشید دوستای میگم، من نه که کلا در لس آنجلس به دنیا اومدم دیگه، یه مقداری ما برای فارسی صحبت کردن دچار مشکل میشیم دیگه. شماها باز ببینین تو مملکت خودتون ببینین چیکار میکنین. آره بعد واقعا یادم رفته بود نقاط وارسی بچه ها. چک پوینت اینقدر ذهن تو خارج داره میگرد. بعد اینجوریه آقا، قضیه اینه که در ماده وراثتی تغییر ممکنه، بچه ها ممکنه رو دقت کنید، از بروز سرطان جلوگیری کنه. خدا رو شکر اگه این اتفاق بیفته، خدایا شکر. خب آقا در صورت بروز یک جهش جانشینی، بچه ها جهش جانشینی، کدوم جانشینی؟ نمیدونیم که. بی معنا میتونه باشه، دگر معنا میتونه باشه، میتونه خاموش باشه، ما چه میدونیم چیه؟ اوکی؟ واقعا هانی هندی هستی؟ آره؟ یعنی لابد مثلا الان شاهرخ خان رو بیشتر از من میشناسی. ها خب آقا یه جهش جانشینی داریم در ژن سازنده پروتئین فعال کننده، یادتونه بچه ها تنظیم بیان ژن مثبت در باکتری ایکولای، به طور حتم، دقت کنید به طور حتم. آیا به طور حتم میزان تولید آنزیمای موثر در تجزیه مالتوز تغییر میکنه؟ نه. تو بی، توی خاموش نه، مثلا الف غلط. ساده، ساده بود، خداییش ساده است. اتصال پروتئین فعال کننده به جایگاه اتصالش مختل میشه؟ نه، اصلا ممکن خاموش باشه. سرعت تولید رنای پیک تغییر میکنه؟ نه، ممکنه توی اصلا توی تنظیم کنن، تو تنظیمی نباشه. در نتیجه این جهش، بچه نکنی جانشینی، سوالو که فهمیدی این سه مورده، یا خدا کی پشت دره، سوالو که فهمیدین این سه مورده دیگه حذف میکنین، چهار درسته دیگه. در نتیجه این جهش بیش از یه دونه پیوند فسفودیستر در ساختار ژن تغییر میکنه. بچه وقتی جهش جانشینی میخواد اتفاق بیفته،
نوکلئوتید بعد جدا بشه دیگه، درسته؟ آره مرسی. بعد جدا بشه یعنی چی؟ خب بعد دو تا پیوند فسفودیستر یا چند تا، حالا عدد دو تا جانشینی دو تاست، یه دونه بره بیرون، یک یا چند تا، عذرخواهی می‌کنم، یک یا چند تا نوکلئوتید. پس بنابراین میشه گزینه 4. اصلا که خیلی زنگ میخوره. 131. ساختار دیمر تیمین بچه ها، اونی که در کتاب درسی ناکنین دیگه، در رابطه با ساختار دیمر تیمین نشان داده شده در کتاب درسی کدوم مورد نادرسته؟ اوکی؟ خیلی ساده. با تشکیل این نادرسته ها، با تشکیل این ساختار در هماهنگسازی اختلال ایجاد میشه؟ بله. این ساختار با تشکیل پیوند فسفودیستر کووالانسی، نگفتی فسفودیستر، فسفودیستر نیست، پس گزینه 2 غلط است، پس یعنی جواب ماست. نوع عامل جهش‌های فیزیکی که در پرتوی خورشید موجوده میتونه در ساختارش، در تشکیل ساختارش نقش داشته باشه؟ بله. مرسی، خواهش میکنم، خدا ببخشه. بله. آها یاز اوکی. ما رو از کادر آوردن بیرون، کردن تو، چجوریه؟ خب و تشکیل این ساختار در سلول‌های سازنده گامت میتونه به نسل‌های بعدی منتقل بشه، میتونه هم نشه بچه‌ها، میتونه بشه میتونه نشه، چون اون گامت معلوم نیست که اصلا در تشکیل نسل بعدی دخالت میکنه یا نه، ممکنه گامت کلا در تشکیل نسل دخالت نکنه، اصلا طرف کلا تولید مثل نکنه، طرف ازدواج نکنه، طرف ازدواجی نباشه اصلا، درسته؟ پس کلا طرف اگه ازدواجی نباشه کلا سیستم به هم میخوره. 131 گزینه 2. اعتراف کنم بچه دلم براتون تنگ شده بود، خدایش اعتراف میکنم، نبودم خوش گذشت ولی دلم براتون تنگ شده بود. اوکی. 100 بچه 32. چند مورد در رابطه با جهش و علتش، خب مصرف غذاهای دودی شده در کار پروتئین های تنظیم کننده در نقطه وارسی اصلی بین S و G2. ما اصلا بچه بین S و G2 نقطه وارسی اصلی نداریم، پس الف غلط. ترکیبات نیتریت دار مثل سدیم نیتریت مستقیما میتونه قابلیت ایجاد اختلال در کنترل تقسیم یاخته رو داشته باشه؟ نه، مستقیما نه، پس گزینه B درسته، مثل طبق کتابتون ها. هستین بچه ها؟ همه یه دونه بله بفرستین، ان بله اول آخرتون برای یه چیز باشه. نه بله برای، آها مرسی. ساختار دوپار تیمین، پیوند فسفودیستر مجاورش قطع، نه ببین دوپار تیمین پیوند فسفودیستر رو کاری بهش نداریم، تو دوپار تیمین بین بازهای عالی دوتا تیمین پیوند برقرار میشه، ما کاری به پیوند فسفودیستر نداریم کلا. اوکی شد؟ نه هانیه میگه نه کلا. خب هانیه از اول تکلیفش مشخص کرد. آقا در آزمایش ایوری هر جهش مضاعف شدگی قطعا از باکتری پوشینه دار، اصلا بچه‌ها مگه باکتری جهش مضاعف شدگی داره؟ بس غلطه دیگه، همینجوری میتونی غلط بزنی. پرتو فرابنفش با ایجاد دو تا پیوند بین دو تا حلقه 6 زلی نیتروژن دار باعث اختلال در هماهنگسازی میشه؟ بله، چون طرف نمیتونه بخونه اون دو تا تیمینی که اینجوری به هم وصله چیه، این تیمین آدنینه، نمیتونه بخونه، پس اینم درست. پس ب و دال درست، چند مورد درسته میشه؟ 2 مورد. کرم طراح این دفعه یکی همی کمتر بوده بچه، احتمالا از نظر ریختن کرم اقنا شده بودن، درست؟ آقا اینا تدوین نکن، بذار اینا باشه تو فیلم برادر من، این قشنگه، اینا نمیذارن که، اینا نمیذارن تو فیلم، بعد مثلا تو فیلم آپارات اینا رو، آفرین باریکالله. نه میدونی هانیه چی شده بوده؟ الان بهت میگم چی شده. خب داروی ضد انگل نخورده بودن، هانیه که داروی ضد انگل خورده بودن، اینجوری نشده بوده، اتفاقی افتاده بوده. بچه‌ها میدونی چی با انگل مبارزه کنین؟ به این صورت، اینجوری 10 روز چایی و نبات بخورین، چایی و نبات، چایی آویشن، یه دستوری داره، چایی آویشن و نبات و یه سری گیاهای دیگه، روز 11 اینو درست کن؟ نه یه لحظه کن تعریف کنم. روز 11 بچه ها، روز 11 چایی بخورین نبات نخورین،
انگل میاد بیرون میگه پس نباتش کو بگیریم بکشیم بیرون. دقت کردین؟ آره واری کلانیه، یعنی هانیه واقعا دست درد نکنه. روش مبارزه با انگل اینجوریه، یا چایی با بیسکویت بخورین، روز 10 روز بیسکویت نخورین، روز 11 میاد بیرون انگل میگه پس بیسکویتش کو بگیریم بکشینش یه بار. این اصلا نمیگیره این شوخی ها رو، این شوخی های چیز نمیگیره. آره مگه نداره؟ آره نداره اصلا. چه من گندگی، مگه میشه بلوتوث نداشته باشه؟ ولش کن مهم نیست، برو من برم بگم، ولش کن نمیخواد، برو برو بیا ولش کن، برم بگم برم. خب اوکی واقعا ممنونانی بچه ها. در صورت یه جهش فلان اتفاق رو رقم بزنه به طور حتم، اگه سبب کاهش میزان تولید پروتئین بشه، آیا واقعا نوعی توالی تنظیمی در دنا تغییر پیدا کرده؟ نه. مثال، مثلا ممکنه یه جوری تغییر کنه که ساختار ریبوزوم عوض بشه و تولید پروتئین دستخوش تغییر میشه دیگه، پس این گزینه غلطه. درست؟ نمیشه. اگه با تغییر در ژن رمز کننده یه پروتئین سبب ایجاد تغییر در توالی آمینو اسیدی نوعی پروتئین بشه، هیچی نگفته تو صورت سوال بچه یوکاریوت پروکاریوت ها، بعد اینجا گفته در توالی های بیانه یا اکزون. خب مثلا پروکاریوت که بیانه نداره، بیانه نه ها بیانه، بس دو هم غلط. سبب تغییر در جای دور از جایگاه فعال آنزیم بشه خب و اثر روش نذاره، یعنی اثر رو فعالیت آنزیم نذاره، احتمال تغییر در عمل کرده آنزیم کم یا حتی صفره. اگه اثر بذاره رو قسمت فعال آنزیم که دیگه احتمال فعالیتش صفر نیست، پس غلط. 4 درسته. اگه در ژن رمز کننده یه پروتئین سبب تغییر در تعداد آمینو اسیدهای پلیپپتید بشه، به طور حتم در توالی نوکلئوتیدی رنایپک تغییر ایجاد شده که توالی پپتیدی هم تغییر کرده دیگه، درسته؟ توالی آمینو اسیدی. پس گزینه 4 جواب صحیحمون هست. 134 بچه ها دازی، هر وقت چای نباتو میخورم یاد یه چیزایی عجب به خدا، واقعا. بچه ها میگه جهش دگر معنا، خب بعد از نظر فلان با جهش جانشینی فلان، مثلا بی‌معنا خاموش، بی‌معنا خاموش، تفاوت داره نداره؟ اوکی شد بریم. جهش دگر معنا با بی‌معنا تفاوت داره تو چی؟ تو ثابت ماندن نسبت تعداد بازهای پیریمیدین به پورین بعد از همانندسازی. بچه‌ها بعد از فرآیند همانندسازی پیریمیدین به پورین نسبت ثابت میمونه تو یه دونه مولکول دنا، پس اینجا دگر معنا با بی‌معنا تفاوتی ندارن، پس یک نمیشه. تو ثابت ماندن همیشگی تعداد پیوندهای پپتیدی بین آمینو اسیدهای زنجیره پلی‌پپتیدی، جهش دگر معنا با خاموش شباهت دارن دیگه، چون پیوند پپتیدی که دیگه عوض نمیشه، دگر معنا آمینو اسید عوض میشه، تو خاموش آمینو اسید عوض نمیشه، ولی پیوند تعداد پیوندهای پپتیدی که تفاوتی نمیکنه، پس بنابراین تو ثابت ماندنش این گزینه درسته، شباهت دارن با هم. توی ایجاد توانایی تغییر در تعداد کدون های وارد شده به فراوان ترین اندامک درونی یافته، فراوان ترین اندامک درون سلول چیه؟ ریبوزوم. طی فرآیند ترجمه یه سری کدون وارد ریبوزوم میشن، خب تغییر میکنه تعداد کدونایی که به ریبوزوم وارد میشه توی دگر معنا بچه ها و بی معنا نه، پس تغییر نمیدن اینا، پس غلطه اینا. در تعداد پیوندهای کووالانسی بین نوکلئوتیدها در رشته حاصل از رونویسی، درست؟ رشته حاصل از رونویسی چیه بچه؟ آر ان ای. تعداد پیوندهای کووالانسی تو آر ان ای توی بی معنا و
دگر معنا و خاموش تفاوتی نمیکنه، پس تغییر نمیکنن. اینم غلط. گزینه دو جواب صحیحمونه. بچه ساده بود نه؟ دوستان کلاس خودم خیلی خب میخوان درست کنن، این زنگ دیگه نخوره. آره همین میشه دیگه، کمش کن. چرا خب بچه چند مورد درسته ای ساده. نوعی جهش کوچیک که اندازه ماده وراثتی عوض میکنه یا نمیکنه. ببین اونی که عوض میکنه اندازشو، ببین جهش کوچیک بچه ها، جهش کوچیک چی بود؟ جهش کوچیک جانشینی بود و حذف و اضافه. اونی که تغییر نمیده اندازه رو جانشینیه. درسته؟ اونی که تغییر میده حذف و اضافه است. اوکی؟ خب اونی که تغییر نمیده حتما اگه تو اگزون اتفاق بیفته باعث تغییر در عللای قابل ترجمه میشه؟ نه. توی کدونای قابل ترجمه میشه؟ نه. اصلا ممکنه تنظیم بیان ژن اتفاق بیفته اون ژن اصلا بیان نشه. درست شد؟ پس بنابراین کاری به عللای قابل تر اصلا به کدونای قابل ترجمه ممکنه تغییری اتفاق ها ضمن این که بچا توالی اگزون وقتی توش اتفاق میفته ممکنه اصلا تو ناحیه چی باشه؟ بین ژنی باشه. تو نواحی آفرین مثلا به قول این راه انداز یا نواحی بین ژنی باشه، اصلا رو ژن کاری نداشته باشه. خب اونی که تغییر میده یعنی حذف و اضافه اگه تو ژن سازنده پپسینوژن اتفاق بیفته لزوما ساختار اول پروتئین رو تغییر میده؟ نه. ممکنه لزوما ساختار اول پروتئین رو عوض نکنه بچه‌ها. درست شد؟ به طور حتم عوض نمیکنه. خب اونی که بچه‌ها تغییر میده یعنی حذف، درست شد؟ اوکیه؟ اگه تو توالی ژن پرفورین باشه باعث تغییر اندازه مولکول حاصل از فعالیت رنابسپاراز دریافته سازندش میشه. مولکول حاصل از فعالیت رنابسپاراز آر ان ای، وقتی حذف اضافه باشه آر ان ای کوچیک بزرگ میشه دیگه. درسته؟ پس در نتیجه بله جیم درسته. توی جانشینی اگه تو ژن باشه باعث تغییر در توالی نوکلئوتیدهای مورد استفاده ی آنزیم بازکننده پیوند هیدروژنی، مثلا آنزیم بازکننده پیوند هیدروژنی رنابسپاراز میخواد از رشته الگو، خب اون رشته الگو وقتی جانشینی بوده تغییر کرده توالیاش دیگه، جانشین شده. حالا اینکه تغییر چه اثری داره رو کاری نداریم، بی معنا دگر معنا خاموش، ولی تغییر کرده بچه‌ها. درسته؟ الان میگم هانیه. پس بنابراین گزینه دال جواب صحیح ماست. میگه اگه جهش کوچیک باشه اندازه رو عوض بکنه، یعنی مثلا چی باشه؟ حذف یا اضافه. تو ژن سازنده پپسینوژن اتفاق بیفته، مثلا ممکنه در کجا اتفاق بیفته؟ در ژن سازنده پپسینوژن مثلا یه جایی باشه که به طور مثال مثلا تو مثلا قسمت تنظیمی ژن باشه مثلا. درسته؟ پس ساختار اول پروتئین رو عوض نمیکنه. اوکی شو؟ خب این از این. بچه بریم سراغ 136. پس برای دو تا گزینه درسته میشه یک، میشه گزینه سه. اوکی شدین؟ آها از اول فراد یعنی چی متوجه نشدی؟ آها چیزت مشکل داشت؟ میخوای یه بار بریم بیایم یا رف تو باید رفرش کنی؟ فکر کنم تو باید احتمالا رفرش کنی. تو 100 بار رفرش کردی؟ حالا نمیدونم، شاید هم واقعا مشکل از مثلا حالا دیگه نمیدونم، یکی دوباره دیگه هم رفرش کن اگه ممکنه. خب اوکی. یا مثلا هانیه ممکنه که اینجا تو ژن سازنده پپسینوژن باشه، مثلا تو اینترونا باشه، اصلا رو ژن ها
درسته مثلا، ولی تو اینترونه درست، پس بنابراین تغییر ایجاد نمیشه. اینم میشه، اینم میتونه جوابش باشه. بچه 136، هر نوع جهش کوچیکی که در یک رشته مکمل رشته رمزگذار یعنی رشته الگو رخ میده، هر نوع جهش کوچیک بچه این یعنی چی؟ یعنی جانشینی حذف و اضافه. قطعا تغییر در، قطعا جانشینی و حذف و اضافه در آرنه ای که عوض میشه دیگه، درسته؟ پس قطعا اینو عوض میکنه. ولی قطعا مولکول حاصل از ترجمه رو عوض میکنه؟ نه، ممکنه اصلا خاموش باشه. نوع آمینو اسیدا رو عوض میکنه؟ نه، ممکنه خاموش باشه. تعداد نوکلئوتیدها رو عوض میکنه؟ نه، ممکنه جانشینی باشه. پس گزینه یک جواب درستمونه. 137 بچه ها هستیم با من؟ اوکی؟ همه یه دونه بله بفرستین؟ ببینمتون. مرسی. هر نوع تغییر ماندگار در نوکلئوتیدهای ماده وراثتی که فلان ممکن نیست. خب میگه هر نوع تغییر که تولید یا مصرف آب توش مشاهده نمیشه. بچه تغییر در ماده وراثتی اگه قرار باشه ما شکستن و تشکیل پیوند نداشته باشیم، قاعدتا باید تغییر جهش بزرگ عددی باشه، درسته؟ تو جهش بزرگ عددی خب آیا ممکن نیست، دقت کنید بچه ها، کل محتوای ماده وراثتی افزایش پیدا کنه؟ کل محتوای ماده وراثتی چیه؟ ژنوم. ژنوم چیه بچه ها؟ یه نسخه از هر کدوم از کروموزوما، مثلا با ایکس و ایگرگ. خب ممکن نیست افزایش پیدا کنه؟ نه، افزایش پیدا نمیکنه. ممکنه کاهش پیدا کنه، مثلا در اونایی که به طور مثال مثلا سندرومی داریم، سندروم ترنر، اینا به جای اینکه ایکس ایگرگ باشن میشن ایکس او. البته اونا یه سری خانوم هایی هستن که فلان، ولی ممکنه، چون اینجا نوشته افزایش، اصولا به نظر میرسه افزایش ممکن نیست، چون ژنوم یه نسخه است. خب اون یه نسخه همون نسخه طبیعیه میشه، بنابراین تو زمانی که عددی باشه، زمانی که چی باشه؟ عددی باشه، افزایش ممکن نیست. پس گزینه یک درسته. اگه بین کروموزومای جنسی انسان امکان وقوع داشته باشه، اونایی که بین کروموزومای جنسی امکان وقوع داره بچه ها چیه؟ کروموزومای جنسی چی هن؟ XX هن و XY. اونی که تو XX امکان وقوع داره مضاعف شدگی و حالا بقیه، اونی که تو XY مثلا جا به جایی. خب هیچ کدومشون در کل جمعیت زنبور عسل قابل رخ دادن ممکن نیست باشه. چرا؟ جابجایی که میتونه اتفاق بیفته، درسته؟ پس اینم غلطه. تنها در یکی از انواع تقسیمات یاخته ای امکان وقوع داره. ما اصلا جهشی نداریم که فقط در مثلا میتوز باشه یا فقط در میوز باشه، اثرش مهمه. اینم غلط. فقط در برخی از سلول های هسته دار یوکاریوتی امکان وقوع داره، یعنی مثلا بگیم مضاعف شدگی اینه دیگه، فقط در بعضی از سلول ها، اونایی که همتا دارن. خب اونی که بچه ها همتا داره نمیتونه بین کروموزوم های یکی از قطبای یاخته در مرحله آنافاز اتفاق بیفته. فرض کنی یه سلولی 4N، خب میوز میکنه تو هر قطب تو آنافاز 2N میده. خب تو هر 2N نمیتونه جهش مضاعف شدگی اتفاق بیفته. چرا اتفاق میفته؟ پس گزینه چیه؟ غلطه. چهارم غلط. خیلی ساده. همون گزینه یک درست بود. 137 بچه‌ها همه هستین؟ یه دونه 500 بفرستین حالا که اینطور شد. 138 5000 فاطمه خیلی مثل این که امروز خوشحاله. در هر نوع جهش کروموزومی از نوع فلان، هر نوع بچه ها. خب جهش های کوچیک میدونید که چی هن؟ جهش های کوچیک جانشینی و حذف و اضافه، جهش های بزرگ هم ساختاری و عددی. میگه هر نوع جهش کوچیک یا بزرگ که فلان ممکنه بهمان، درسته؟ اوکی؟ هر نوع جهش کوچیک که کدون UAA در آن زود هنگام تشکیل میشه، مثلا جهش بی معنا، همیشه
ممکن نیست تغییر چارچوب خواندن بچه اتفاق بیفته. میگه هر نوع جهش کروموزومی کوچیک، بچه تو جهش اگه یادتون باشه تو کتابتون، تو جهش حذف و اضافه هم جایی بودش که حذف اتفاق میافتاد، مثلا چه اتفاقی میافتاد؟ به یو ای ای تبدیل میشد. پس این ممکنه، پس غلط. تو کوچیک در رشته الگو از ژن پروتئینی خاص اتفاق بیفته، افزایش طول رشته پلیپپتیدی حاصل ممکنه دیگه، مثلا اضافه بشه، یا اصلا مثلا یه جوری جهش جانشینی اتفاق بیفته، افزایش دیگر معنا، مثلا مثلا پایان به یه آمینو اسید تبدیل بشه. اگه بزرگ باشه، اونی که غالبا باعث مرگ سلول میشه جهش حذفه. بچا تو جهش حذف، خب جابجایی بخشی از بامتن بین کروموزوم های همتای موجود در سلول ممکن نیست. درست شد؟ پس این گزینه درسته بچه ها. درسته دیگه؟ جابجایی بخشی از کروموزوم بین کروموزوم های همتای موجود در یافته ممکن نیست. ما بحث حذف داریم، بحث مثلا مضاعف شدگی نداریم یا خود جابجایی. خب تو بزرگ، اونی که با عدم تغییر در طول بازوهای هر نوع متصل به سانترومر کروموزوم همراهه، یعنی واژگونی، تغییر ممکنه، تغییر در میزان کل محتوای ماده وراثتی نه، ممکن نیست. پس اینا غلط. پس گزینه 3 درسته بچه ها. درست شد؟ آقا بریم سراغ 139 دیگه، با آخرش داری نزدیک میشه. امروز 12 ما میگیم، یه روزی 10 هم انشالله با هم کار میکنی. آقا انواع ناهنجاری های ساختاری ذکر شده در فصل 4، یعنی کیا رو میگه؟ یعنی حذف و مضاعف شدگی و جابجایی و چی؟ واژگونی. خب کدوم گزینه نادرسته؟ به جای باریکی داره کشیده میشه بچه سوالای کنکور، مثلا در اون گفتار بیماری ها، در اون مثلا خط پروتئین ها، یه جایی داره میرسه شما خط و گفتار هم حفظ کنین دیگه، واقعا داره به جای بدی کشیده میشه. به نظر من، نظر من اینه، نظر شما چیه بچه؟ آقا جهش واژگونی آیا به طور حتم تعداد ژن ها رو عوض میکنه؟ نه. پس این غلطه، همین گزینه نادرسته بیچاره. جهش حذف مثل جابجایی همواره با فسفودیستر میشکنه؟ بله دیگه، جابجایی هم شکسته میشه. جهش مضاعف شدگی با تغییر طول کروموزوم همراه؟ بله، واژگونی نیست، پس تفاوت دارن. درسته، پس نادرست نیست. جهش جابجایی مثل حذف با ثابت نگه داشتن نسبت بازها همراه؟ بله بچه، نسبت بازها پوریم پیری میدین عوض نمیشه، تو حذف هم عوض نمیشه، تو خود دی ان ای و توی جابجایی هم مثل حذف عوض نمیشه. بنابراین 139 گزینه 1 جواب صحیح ماست. و 140 آخری بچه ها، 140 کدوم گزینه نادرسته؟ نادرسته، دقت کن. در نوعی جهش در یک سلول که با توجه به کاریوتیپ میتونیم اونو تشخیص بدیم، اون نمیتونیم اونو تشخیص بدیم. اگه بیتونیم میشه چی؟ میشه بزرگ. اگه نتونیم میشه کوچک. پس میتونیم بزرگ، نمیتونیم کوچک. توی بزرگ اگه طول دوتا کروماتیدی یک کروموزوم تغییر کنه ممکنه جابجایی اتفاق بیفته. بله درسته. تو کوچیک اگه اندازه ماده وراثتی تغییر کرده باشه ممکنه در فنوتیپ تغییری ایجاد نشه، مثلا اندازه عوض بشه، حذف و اضافه اتفاق بیفته، ولی مثلا اون ژن اصلا بیان نشه کلا. درست شد؟ پس دو هم غلط و دو هم درست، درست نادرست نیست. اونی که میتونیم ببینیم یعنی بزرگ، در صورتی که در اووسیت اولیه اتفاق بیفته، حالا برخلافش کاری نداریم، قطعا به نسل بعد منتقل میشه. نه بچه، چون تو اووسیت اولیه میدونیم که در دختر اووسیت های اولیه زیادی قبل از اینکه به سن بلوغ برسه دختر از بین میرن، اصلا به سیستم تولید مثل نمیرسن. ضمن اینکه اووسیت اولیه باقی مونده هم ممکنه یه سریاشون اصلا به سیستم تولید مثلی نرسن. اوکی؟ پس بنابراین گزینه 3 نادرسته، یعنی جوابمونه.
اگه نتونیم یعنی کوچیک باشه، در صورتی که نوعی بیمعنا باشه میتونه باعث کاهش طول پلیپپتید بشه. بله، به پایان تبدیل شده، به کدون پایان طول پلیپپتید کاهش پیدا میکنه. خب تینا میگه کاریوتیپ رو لطفا توضیح بدید دقیقا چه تعریفی داره. کاریوتیپ تینا همون نقشه کروموزومی یک فرد هست، حالا اون فرد میتونه گیاه باشه، جانور باشه، قارچ باشه، آغازی باشه. نقشه کروموزومیه. میلویدی، کدوم میلویدی؟ میگه در صورت وقوع در اوست اولیه در میلویدی که اصلا به نسل بعد منتقل نمیشه، به خاطر اینکه تو میلویدی یاخته پیکریه آنیه. خب دوستان گرامی، خیلی خوشحال شدم دیدمتون، امیدوارم که استفاده کرده باشین از تحلیل قلمچی 12 زیستش 3 دی ماه، و سریع گفتم به خاطر اینکه وقتتون گرفته نشه و موفق باشید. میبینمتون انشالله، همین، خسته نباشید، خدا قوت. متشکرم حسین، التماس دعا، خدا نگهدار شما بچه.